در این شماره از بس اخبار بین الملل ایسنا، خبرهایی از نشست مشترک آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره ایران، تازه ترین تحولات میانمار پس از کودتا، هشدار سازمان ملل نسبت به حملات مجدد داعش و القاعده و چند خبر دیگر را مرور میکنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 18 بهمن، شمار مبتلایان کووید 19 در جهان از 106 میلیون نفر عبور کرد و تعداد قربانیان نیز به بیش از 2,310,000 نفر رسید. تا امروز حدود 77,620,000 نفر از این بیماری بهبود پیدا کردند. از سوی دیگر شمار مبتلایان و فوتی‌ها در هند همچنان روندی کاهشی دارد، اما در برزیل وضعیت وخیمی را از نظر تعداد افراد آلوده به کووید 19 و قربانیان آن تجربه می کند. در ژاپن نیز برای نخستین بار پیش از 100 فوتی ناشی از کرونا در 3 روز متوالی ثبت شد. روز جمعه در کشور چین 12 مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شد. بریتانیا نیز قصد دارد برای جلوگیری از گسترش گونه های جهش یافته کرونا از تمامی مسافران وارد شده به این کشور 2 مرتبه تست کرونا بگیرد. نشست مشترک آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره ایران. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه با همتایان انگلیسی، فرانسوی و آلمانی خود نشستی مجازی درباره چگونگی احیای توافق هسته‌ای ایران برگزار کرد. این تازه‌ترین تلاش ایالات متحده برای احیای توافق هسته‌ای به شمار می‌رود. پیش از این امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، از آمادگی خود برای میانجیگری در مذاکرات تهران واشنگتن خبر داده بود. واکنش‌ها به اخراج دیپلمات‌های اروپایی از مسکو. همزمان با بالا گرفتن اختلافات میان مسکو و اتحادیه اروپا بر سر آزادی الکسی ناوالنی، منتقد رئیس جمهوری روسیه، 3 دیپلمات آلمانی، سوئدی و لهستانی به علت شرکت در تظاهرات مربوط به حمایت از ناوالنی از این کشور اخراج شدند، اقدامی که با انتقاد اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن همراه بود. از سوی دیگر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، نیز از تغییر رویکرد این کشور به رویکردی سختگیرانه نسبت به مسکو خبر داده است. اعلام حکم 3.5 سال زندان برای ناوالنی به دلیل نقض شرایط حکم تعلیقیش منجر به تظاهرات مردم روسیه شد که در جریان آن بسیاری از حامیان منتقد ولادیمیر پوتین دستگیر شدند. تازه ترین تحولات میانمار پس از کودتا. در حالی که جنبش‌های مردمی علیه کودتای ارتش در میانمار در حال وسعت یافتن است، معلمان و دانشجویان میانماری نیز به حمایت از آنگ سان سوچی، رهبر بازداشت شده این کشور، برخاستند. او پس از کودتای ارتش در روز دوشنبه همکنون در بازداشت خانگی به سر می‌برد. از طرف دیگر همزمان با درخواست آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل برای آزادی زندانیان این کودتا و احتمال تحریم ژنرال‌های حاضر در آن از سوی ایالات متحده، فشارهای بین‌المللی نیز بر ارتش میانمار افزایش یافته است. هشدار سازمان ملل نسبت به حملات مجدد داعش و القاعده. سازمان ملل متحد در گزارشی هشدار داده است که گروه‌های تروریستی داعش و القاعده در حال برنامه ریزی برای انجام حملات احتمالی به محض برداشته شدن محدودیت‌های کرونا هستند. طبق این گزارش، داعش قصد دارد با آغاز موجی از خشونت‌ها بار دیگر خود را به صدر اخبار برساند. محدودیت‌های جهانی مربوط به کرونا باعث شده عملیات‌های مربوط به مقابله با تروریسم در کشورهای مختلف کاهش پیدا کند، که این موضوع به نوعی به نفع گروه‌های تروریستی بوده است. تداوم کشتار و تهدید در افغانستان توسط طالبان. گروهک طالبان روز جمعه به ایالات متحده هشدار داد در صورتی که سربازان آمریکایی تا ماه می سال جاری میلادی طبق توافق دوحه از افغانستان خارج نشوند، جنگی بزرگ شکل خواهد گرفت. این در حالی است که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در دیدار خود با زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، درباره برقراری آتش‌بس دائمی و جامعه در افغانستان گفتگو کرد. از سوی دیگر در ادامه درگیری‌ها در افغانستان، نیروهای طالبان در حمله به یک ایست بازرسی در شمال شرق این کشور دست کم 16 مأمور امنیتی را کشتند. درخواست سنا از بایدن برای مجازات عربستان. اعضای مجلس سنای آمریکا از رئیس جمهوری این کشور درخواست کردند به دلیل نقش عربستان در فرار سعودی‌های تحت تعقیب از آمریکا اقداماتی علیه این کشور اتخاذ کند.
این درخواست پس از آن صورت گرفت که 20 دانشجوی عربستانی که در آمریکا در حال تحصیل بودند بعد از روبرو شدن با اتهامات جنایی از جمله قتل عمد ناپدید شده و مدتی بعد در عربستان دیده شدند.